بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما بینندگان عزیز و گرامی. امروز در مورد موضوعی صحبت می کنم که از در رمضان میشه از این فرصت برای خودسازی و بازسازی بهترین استفاده رو کرد. موضوعی که شما میدونید، اگر که بگم اولش که میگه آقا ما که اینو میدونیم و چرا کمک ما نمی کنه، اولا باید بدونید که کمک تو میکنه. اول بگیم موضوع چیه. موضوع ایمان به آخرت است. ایمان به آخرت داشتن به انسان کمک میکنه تا انسان بهتر بشه. شاید بگید که ما اینه که داریم و چرا بهتر نشدیم. شما بهتر هستید، بهتر شدید. نسبت به کسانی که ایمان به آخرت ندارن، شما خیلی از کارهای بد رو انجام نمیدید. آیا حیوان را آزار میدید؟ نمیدید. آیا دزدی میکنید؟ انجام نمیدید. ایمان به آخرت که داشته باشید و خیلی 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 کارها، ایمان به آخرت خود به خود باعث میشه که یک انسانی که حالا چه مسلمون باشه، چه اهل کتاب باشه، چه هندو باشه، چه بودایی باشه، اگر مقایسهش کنی با یک کسی که ایمان نداره، اصلا ملحد هست، میبینی که از زمین تا آسمان اعمالش بهتره. فرق نمیکنه حالا به کدوم دین باشه در این مسئله. پس شاید بگید دیگه حالا که بس اینجوری دیگه بس چی میخوای بگی؟ میخوام بگم هر چی ایمان زیادتر بشه، همینطور اعمالت هم بهتر میشه. حالا جواب سوال دیگه ای شما که ما ایمان داریم بس چرا بهتر نمیشیم؟ ایمان ما درجه داره. یه کسی هست که آخرت رو میبینه، یه کسی هست که میدونه آقا 5 ساعت دیگه میمیره، مثلا 5 ساعت دیگه سرطان داره یا 2 ماه دیگه میمیره، طبعا اون عملش با من شما فرق داره، خواهی نخواهی. میگم 5 ماه دیگه میمیرم، 2 ماه دیگه میمیرم، 5 ساعت دیگه میمیرم. یقین داره که میره از این دنیا. پس ما سعی کنیم، حالا میخوام برنامه موضوع، پس یقین خود رو چطور زیاد کنیم به آخرت. ببینید ما فکر میکنیم که نماز و روزه و مثلا صبر به خودسازی کمک میکنه، در حالی که الله جل جلاله میگه این کارا مشکله. خودش میفرماد واستعینوا بالصبر والصلاة و این نهال کبیرتون الا علی الخاشعین. میگه از نماز و صبر کمک بگیرید، ولی این سخته، خیلی سخته، مگر برای یه گروه خاشعین، کسایی که خاشع هستن، خشوع دارن. باز خشوع داشتگان رو معرفی میکنه، الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون. کسایی که ملاقات میکنن ربشون رو و به سوی او برمیگردن، یعنی یقین دارن. پس ملاقات رب و یقین داشتن به آخرت باعث میشه که نماز روز آسون بشه، یعنی وسایل خودسازی آسون بشه. خب پس اینو زیاد کنیم. چطوری حالا زیاد کنیم؟ من سه راه براتون میگم. راه اول، تصور کنید، تصورم نکنید، خودش هست. ما در یک صف هستیم، منتها یک صفی، شما دیدید تو صفا هستیم دیگه، این صفا داره جلو میره. صف انتخابات که این روزا بود، فرودگاه هستی، صف ویزا، پاسپورت، به اصطلاح وقتی که میخوای مهر بزنی داخل بشی، صفا زیاده. خب شما میدونی صف جلو میره، آخر میرسی به اون جایی که باید برسی. همینطور همه بشر در یک صف هست. ما یه جور دیگه صف هم داریم. صف اینجوریه که نشید وایستادی، تو رو صدا میکنن آقا فلان، پسر فلان، فلان پسر فلان. بعض جا اینجوریه که بیاد نوبتشه تو بانکا مثلا. خب این صف مثل صف آخرت. چگونه؟ آخرت هم تو صدا میکنه. آقا ببینید یکی 90 سال تو صف ایستاده صداش نمیکنه، یکی 20 سال تو صف ایستاده صداش میکنه. پس با چهار چشمی، دو تا گوش داریم، دو تا دیگه هم قرض بگیریم، حواسمون باشه که کی ما رو صدا میکنن که ببرن. این کمک میکنه که آقا ما ممکنه که تو این صف هستیم، ولی لازم نیست که حالا چون 20 سالمه یا 30 سالمه یا 40 سالمه نوبتم نرسه. نه نه، بر اساس سن نمیبرن، بر اساس مکان نمیبرن. بچه 2 ساله رو میبره، مرد 100 ساله رو اونجا گذاشته تو دنیا. این اگر باشه خب یه کمی به انسان کمک میکنه که ما نمیدونم فردا میمیرم، پس فردا من صدا میکنن که برم یا نه. دیگه چیزی که کمک میکنه تو همین باب، همون باب اول، شما نگاه کنید
دورور شما آخرین نفری که صدا کردن کی بود؟ تو فامیلاتون کی بود؟ تو آشنایاتون کی بود؟ آخرین نفری که من میشناسم مادر دوستم شکیب بود، که وقتی 3 ماه بعد از که با هم ملاقات تلفنی تماس گرفتم گفتم حال مادرت چطوره؟ گفت مادرم مرده. شما کی دارید آخرین نفری که رفت؟ بعدش باز فکر کنید، توی علی جهان رسانه است، تو رسانه آخرین نفری که شنیدید کیست؟ و مثلا ما که شنیدیم 2 روز پیش مشاور کارت بلژیکیه که اون مرد، یه وقتی که یالو کوبالی داشت، امروز صداش کردن. نفر بعدی کی صدا میکنه به نظرت تو فامیلتون؟ خدا فامیلا رو زنده نگه داره، ولی بالاخره صدا میشه. این فکری که شاید نفر بعدی من باشم. آقا توی مجتمعی که ما زندگی میکنیم تو سال گذشته 3 نفر بردن، خداوند صدا کرد برد، فرشته مرگ، یکی خودشو کشت، یکی تو اتاق بود نمیدونم چه مشکلی داشت مرد، 5 روزم کسی نفهمید، اون دیگه همسایه که با هم رابطه نداره، یکی هم دیگه همینطور. اگه به شما میگفتن که توی مجتمعی که زندگی میکنی یکیش تو هستی، همین عمل داشتی، یکیش تو هستی، آخرش هستی، نفر بعدی، یکی از این نفرهای بعدی تو هستی، این کمک میکنه که تو میدونی با خدا میخوای ملاقات کنی، بهتر عمل انجام میدی. راه دوم این است که قرآن بخونی. قرآن نامه ای است که الله جل جلاله برای ما شما فرستاده، هر گوشش یک حکمت، به تو یقین میده که آخرت میاد. هیچ راهی نیست که تو قرآن بخونی و ایمان نیاری. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم، کسی که آسمان ها و زمین رو ساخته نمیتونه دوباره بسازه؟ بلا، و هو الخلاق العلیم، بله با او خلق کننده و علیم است، داناست. ما رو ساخته یا نساخته؟ همینطوری علکیه یک موبایل خودی ساخته شده؟ خداوند به تو میگه که من که این کار کردم دوباره نمیتونم شما رو دوباره بیارم، دوباره نمیتونم از شما یه فوتوکپی بگیرم زندتون کنم. اگر واقعا ما بدون خلقت، بدون خالق اومدیم به این دنیا، پس بله درسته، چطور ممکنه آخه ما بدون خالق بیاییم؟ این رای سومه که فکر کنیم در خلقت آسمان ها و زمین. جای سوال پیدا نمیشه اگر ما تو خلقت آسمان ها و زمین فکر کنیم. آقا در خلقت خودت فکر کن، در همین سرت چند تا وسیله گذاشته؟ چشمتو ببین، موژرتو ببین، دماغتو ببین، نفس کشیدن ببین، غذا خوردن ببین، چشیدن ببین، شنیدن ببین، همین کله فقط در سر، فکر کردن ببین. یعنی یکی دوتا نیست. چجوری خودش بابا شما یک موبایل یکی بیاد بهت بگه که خودش درست شده، یک کامپیوتر بگه خودش درست شده، میگه آدم دیوونه است؟ والله خود دیوونه است. مگه کامپیوتر چیز در مقابل انسان هیچ هم نیست؟ کامپیوتر نمیتونه مثل خودش که درست کنه، انسان مثل خودش درست میکنه. یک کامپیوتر که فکر نداره، یعنی لازم به گفتن نیست کاری که انسان میتونه انجام بده. چطور اون رو قبول نمیکنین رو قبول میکنین؟ باز همین یه چیزی که هست که خداوند یکی از صفاتش رب دیگه، رب آسمان ها و زمین، یعنی پرورنده، نگه دارند. ببین مثل بچه که دنیا میاد، آیا شما قبول میکنید اصلا بقیه چیز بذاره این بچه که دنیا اومد، قبول میکنید که بچه خودش بزرگ شه، خودش غذا بخوره، خودش لباس درست کنه، خودش بپوشه؟ معلوم است که نمیتونه تا که به سن رشد نرسه، یا پدر مادر پرورشش میدن، ربش هستن، پرورشش میدن. رب به معنی پرورنده. همینطور انسان ها رو یک لحظه توی اگر بچه رو میشه باز 2 ساعت ول کرد، اما انسان رو با این حالتی که داره اگر 2 ساعت ول کنی، 1 دقیقه ول کنی، بشریت از بین میره. اگر که آب نداشته باشه، اگر که هوا نداشته باشه، هر لحظه ما با هوا نیاز داریم یا نداریم؟ در یک کره مثل توپ ایستادیم، همه چیز خدا برای ما فراهم کرده، مثل که توی رستوران گردان باشی. همین آب رو شما نگاه کنید، اگر که هیچ کار دیگه الان نمیکرد، همین زمین رو طوری درست نمیکرد که آب رو نگه داره، چی میکردیم؟ ها ببین، باز این آب رو بارها اینو براتون گفتم،
چطور در هوا انبار میکنه. یکی اون روز گفتم که میدونی که هزاران تن وزن یک ابره؟ مگه میگه میشه این ابر اینقدر سبک؟ گفتم این بارون که میاد کجا میاد؟ این بارونایی که میریزه نمیبینی سیل را میفته؟ یه گالون آب چقدر وزن داره؟ این رودخونه درست میشه تو خیابونه وقتی که بارون میباره، اونم مرتب میباره و تازه میره و دوباره میباره، همش از ابر. خدا در آسمون برات آب انبار میکنه تا تو زنده بمونی، در کوه برات انبار میکنه. کی میتونه روی بلندی انبار کنه آب رو؟ آب مگه تو بلندی انبار میشه؟ شکلش عوض میکنه، شکلش عوض میکنه، توی هوا برات بخار درست میکنه آب رو، شکلش عوض میکنه، توی سر کوه جامدش میکنه. یعنی اگه مایع باشه که سر کوه نمیمونه که، باز کم کم آفتاب میبره میبارونه روش میتابونه و میاد آروم تو رودخونه ها که در طول سال داشته باشه. جایی هم که آب رودخونه نیست، زمین رو اینقدر آب رو نفوذ میده در زمین، اما در 20 متری 10 متری متوقفش میکنه. آخه چرا؟ واضح است که یکی داره ما رو پرورش میده، مثل روز روشن است که یکی داره ما رو پرورش میده. چنین شخصی به ما میگه که فقط یک کارش یک کرشمش آبه، و تازه اونو تو شکم ما که داخل میشه چطور؟ اونم یه پروسه میخواد، تا یک روندی میخواد تا این تبدیل بشه به اصطلاح به انرژی برای ما. فقط یک کار آب. خب چنین شخصی، اولیس الذی خلق السماوات والارض، این که میگه من اینا رو ساختم فقط یک کارم آبه، نمیتونم دوباره بسازم، نمیتونم میگه دوباره بسازم، قادر نیستم. پس وقتی ما مطمئن هستیم که ما رو دوباره خواهد ساخت و ما رو از این صف بیرون خواهد برد و از ما سوال خواهد کرد، خودش کمک میکنه که ما خود سازی کنیم. خدا شاهد است که همین باعث شد که بنده که در خدمت شما الان هستم در خدمت آقای خمینی نباشم. به قسم به الله که اگر ایمان به آخرت نبود، من بهتر برات بودم نوکری کنم و تملق کنم، یه مقامی بگیرم، راحت بشینم، پاهم دراز کنم، مثل بدزدم و برم. نه اصلا بدزدم و بشینم، اما ترسیدم، گفتم فردا آخرتی است و حالا هرگز پشیمانم نیستم، چون دارم اگر در 25 سالگی هجرت کردم حالا بالای 60 سالم دیگه چیزی نمونده ملاقات با الله، هرگز پشیمانم نیستم. ولی چیزی که من حرکت داد، باور کنید که این نیرو رو به من داد که به نظر خودم این خودسازی بزرگه و به این افتخار میکنم، خیلی افتخار میکنم. کسی که این نیرو رو به من داد الله جل جلاله بود که ایمان دارم که باش ملاقات میکنم. پس اگر میخواید خودسازی کنید، همیشه این ایمان رو زیاد کنید. ایمان کم و زیاد میشه که بابا من رب رو ملاقات میکنم، در پیشش هم بهشت است هم جهنم است، شوخی بردارم نیست، مگر اینکه ما بگیم که الله جل جلاله زبانم لال وعده راست نمیده، محال است، هم بهشت است هم جهنم است. لذا ایمان به آخرت یک راه راحته و به اصطلاح میشه گفت کلید طلایی برای خودسازی است، و این رو سعی کنیم که هم من به شما، هم احتیاج داریم که ایمان خود زیاد کنیم، هم من و هم شما ایمان رو زیاد کنیم. در ماه رمضان از الله جل جلاله میخوایم که ایمان ما رو زیاد کنه. آمین یا رب العالمین. الله حافظ.